ولسوالی های ششگانه ماورای کوکچه از ولسوالی های پرآید و زراعتی ولایت تخار محسوب می شود که از مدرک عواید معدن طلا و محصولات زراعتی پول هنگفت به خزانه دولت همه ساله وارز می شود. اما باشندگان این ولسوالی ها دوامدار از خراب سرک رنج می برند و می گویند در برخی موقع بیمارانشان را از دست می دهند. خرابی دوامدار سرک های ماورای کوکچه یکی از چالش های بزرگی شده که شش ولسوالی ماورای کوکچه را به لرزه انداخته و همچنان همیشه اسرع وقت مریض ها یا مشکلات هایی که این ما مردم روبرو میشیم به اسرع وقت رسیده نمیتونیم و این سرک ها اگر بارانی شود یا یکان سیل به تقطعا که مشکلات روبرو میشه و مردم در چالش روبرو هست. بنان خواستم از حکومت امارات اسلامی است که در ساخت سرک ها توجه بکنه، بخصوص در شش ولسوالی ماورای کوکچه که واقعا در عرصه در بخش بدست آوردن قدرت حکومت امارات اسلامی تلاش کرده اینا. رانندگان در مسیر ماورای کوکچه میگویند دشوار گزیر بودند. مسیر ولسوالی های ماورای کوکچه آنان را با مشکل روبرو کرده و از مسئولان امارات اسلامی میخواهند به مشکل خرابی سرک آنان توجه جدی کند. یکی از متروانه لین هستم، خیلی مشکلات جنجال سرک مواجه هستیم که یک مریضی میشه دیگه میشه بسیار با مشکل مواجه هستیم ما که هرچه خواهان هستیم که این سرک ما خوبتر و بیشتر جور شود. خیلی خراب است، یک مشکلات میشد خیلی با مشکل مواجه هستیم در سرک. مسئولان ریاست فواید عامه میگویند پس از روی کار آمدن امارات اسلامی کار قیرریزی سرک های ماورای کوکچه از سوی بانک جهانی از این آن پرداخت میگردید متوقف شده و آنان مشکلات مردم را به سهم مقامات حکومت مرکزی رساندند. کوکچه خود یک مشکل است که در وقت جمهوریت اونها قرارداد شدند نیمه کاره ماندند پروژه‌ش او تامیلی از اون را بانک جهانی میکردن و شرکت هایی که ایجا کار میکردن اونا رفتن نیستن در ساحه او پولی از اون بسیار پولی هم گفت است تقریبا چیزی کم 4 میلیارد افغانی قرارداد شده. اگر بانک جهانی او را تامیلشان پس شروع بکنن پروژه نیمه کاره خود شروع بکنن خب کارشان خلاص میشه میشه، اگر نشد باز ما خودی ما مردم هم پیشنهاد کردیم به وزارت هم به ریاست الوزرا هم پیشنهاد کردیم افزون بر مشکل خرابی سرک، نبود برق، کمبود آب آشامیدنی صحی، دسترسی به خدمات صحی در مناطق دوردست مشکلات مردم شش ولسوالی در ماورای کوکچه است که تا هنوز اقدام عملی برای از میان برداشتن این چالش ها نشده است. عبیدالله احمدی، ولایت تخار.